آفریدگار یکتا. بزرگی حکیمی را خواست تا او را پندی بیاموزد. حکیم به تفکر فرو رفت، سر بلند کرد و گفت این نیز بگذرد. گفت خواستم پندی مرا بیاموزی. گفت از این بهتر چیزی نیست که بدانی این نیز بگذرد. و خوشبختانه زندگی داستان شیری نیست که از آغازش می‌گذرد و در هیچ جا تا پایان کار توقفی در آن متصور نیست. هر چه که می‌گذرد جزء همین زندگی است که بسیار شیرین است، گاه با تلخی‌های همگام می‌شود که متخصصین مزه غذا می‌دانند گاه تلخی به شیرین تر شدن و خوشمزه شدن غذا کمک می کند. زندگی نیز چنین است. بعد از به دنیا آمدن، اونطور که مادر من تعریف می کرد، نه تنها زندگی ما، زندگی اکثر مردم ایران زندگی فقیرانه بود. مادرم می گفت بعضی اوقات برای اینکه بتوانیم شام و نهار بچه ها رو فراهم کنیم، سیب زمینی پخته غذای ما بود. یک بار رفته بودیم با همدیگه، با مادر و با دو سه تا از همسایه ها رفته بودیم، میگفتن کارناوال توی میدون توپخونه خواهد اومد. هزاره فردوسی بود ظاهرا. ما رفتیم اونجا، دیدیم یه عده دارن میان این حرفا و یک ساختمون بزرگی هم ظاهرا خاک برداری کرده بودن، چیزی که الان من مثل خواب یادمه. آب تای اون گودال جمع بود و خورشید توی اونجا عکسش افتاده بود و نورش چشممو میزد. ناگهان دیدم نه مادرم هست نه همسایه ها. هرچی این برم برگشتم پیدا نکردم و شروع کردم گریه کردم. خلاصه دیری نپایید که ما رو بردن به کلانتری توی میدون سپه، میدون توپخونه. هنوزم اونجا تا این اواخر وجود داشت اون نیروی انتظامی اونجا. هر شبت بزرگتون که من و اون به اصطلاح افسر کشی گفت گذاشتن گوشه اتاق، دو تا صندلی هم گذاشتن جلوم که از اینجا بیرون نیم باز گم شم. بعد البته من فکر میدم اینجا زندانه و منو حبس کرد. من بعد از این که مدرسه رو شروع کردم، اولین باری که شروع کردم به شعر از بر کردن، یه شعری بود که شبیه طنز بود. هنوز یادم نمیره که اونجا نوشته بود که خورشید عالمتاب اینطوری میتابد و اینجوری است و اونجوری است. آخرش هم میگفته که داشت، این شعر شروعش به این ترتیب بود، داشت عباس قلی خان پسری، پسر بی ادب و بی هنری. هر چه می گفت لله لج می کرد، دهنش را به لله کج می کرد. و این شعر به دلیل اینطوریش یاد من مونده بود. در سال 1345 همونطور که عرض کردم، برای بنده اومدن ترتیبی دادن که به عنوان رئیس حسابداری شرکت ملی نفت ایران در نمایندگی لندن برم و مشغول کار بشم. سیستمی هم که بر اونجا گشت نیگه سیستمی بود که چیزایی که می نوشتیم زیرش یه ورقه دیگه بود که اینن کپی می شد. هم موقع حسابایی که می نوشتیم اینن یه برگش ما می بردیم، به جای اینکه دوباره یه گزارش مفصل بنویسیم بریم روش، فقط یه یاد داشت نوشتیم عمل کرده روز از فلان تا فلان نمایندگی اینا بوده، می داشتیم توی پاکت و روانه تهران می کردیم. ما به تهران رسیدیم و همونطور که پیش بینی شده بود، فوران کار برای ما به رخ کشیده شد و گفتن که بفرمایید کار 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 کار. ما هیچی رد نکردیم. به زودی از گروه دانشجویانی که تا
تدریس میکنم، چون برگشتم بلافاصله تو دانشکده حسابداری شروع کردم به تدریس. تعدادی از دانشکده های دیگه هم که رشته های مشابه داشتن همه ما رو دعوت کردن که بریم اونجا وقت آزاد اگر داریم تدریس کنیم. من همون موقع وقتی داشتم مدیریت صنعتی میخوندم، یکی از رشته هایی که در ایران نیاز داشت طبقه بندی مشاغل و تنظیم سازمان بود. من در وزارت کار اون موقع اومدم آزمایش دادم و پرونده منو خوندن و ما به عنوان یکی از 19 نفر کسانی که صلاحیت طبقه بندی، من یه جای شریکم که کارخانه پروفیل آلومینیوم دارن، این کارخونه شون ساخت ایرانه، من دعوت کرد فردا رفتم دیدم چه کار ساده ایه. گفتم خوبه. اومدیم رفتیم یه دونه کارخونه بستا پروفیل آلومینیوم که از یک سیلندر و پیستون قوی 1800 تن تشکیل میشد سفارش دادیم که آماده بشه بیاریم و به پروفیل نیمه سبک سفارش دادیم و اینا رو آوردیم. اولین به اصطلاح پرسی که توسط پروفیل نیمه سبک قطعاتش ریخته شد مال من بود. در کنار کار پروفیل آلومینیوم ما باز کار دیگری شروع کردیم، کار ظروف ملامین، و در کنار ظروف ملامین کار درودگری و نجاری، ساختن کابینت های آشپزخونه و سیستم های آشپزخونه، دکوراسیون آشپزخونه، و بعد از اون ما ریختگری و مونتاژ لوستر، و همینطور اومدیم جلو تا جایی که ما گفتیم که خاصیت بشر وقتی نشان داده میشه که به کار تولید مشغول باشه. بعد از این کارا باید عرض بکنم که ما اومدیم سراغ کارهای اجتماعی، همین انجمنها، تشکلها و اینها رو ما راه انداختیم که گفتیم کلیه کسانی که توی حرفه خاص دارن کار میکنن اینا منافع مشترک با هم دارن، میتونن یه انجمن تشکیل بدن و بیان خواسته هاشون رو از جامعه به شکل جمعیت، به شکل مجتمع اعلان کنن. آقای بهبهانی خسته نباشید. متشکرم. من از اول عمرم دو تا یار ندیم همراه داشتم که خیلی با هم صمیمی بودن، یکی مطالعه و کتاب، دیگری موسیقی. من واقعا هر وقتی که یه خورده دلم تنگ میشه یا یه خورده خسته میشم به عجل خودم میرسونم به اینجا و با این کتابا و مقداری کتب دیگری که اون پشت اون جعبه ها هست خودم رو سرگرم میکنم و بعضی چیزها رو که میخوام مجدداً مطلع بشم باز میکنم، میخونم و خیلی دلم باز میشه. من چند کتاب هم به اصطلاح تألیف کردم که یکیش مدیریت امور مالیه، یکیش حسابرسی در دو بخش، حسابرسی داخلی و حسابرسی به اصطلاح اکسترنال، حسابرسی خارج از محیط کار یه شرکت، یعنی حسابرسی مستقل. من یه دفعه یادم یک استادی داشتیم، آقای مهندس ولی الله شاملو، این تو مدرسه مروی به ما ریاضی درس میداد. یه بار هم مسئله مردن و دیر مردن و زود مردن و چرا آدم باید انقدر موقتی توی دنیا باشی حرفا مطرح کردیم، گفت نه اینطوری فکر نکنید، آدم یه جایی زندگیش میرسه که آرزو میکنه کاش کم فردا بمیره. با این حالیمون نبود چی میگه. بعد خودش بیچاره شرح میداد، گفت آقا ببینید همه کاراتو کردی، آرزوهاتو برآوردی، هر کاری میخواست بکنی کردی، دیگه خسته شدی، روزای آخر عمر آدم دیگه از همین نفس کشیدن همش یه جور دم و بازدم خسته میشه، هر روز نشستن و چلو کباب خوردن یا آبگوش خوردن یا آبگوشت بزباش خوردن یا قرمه سبزی خوردن آدم خسته میکنه. میگه اون روزه که تو میگه خب دیگه من کارامو کردم، تجربه های لازم رو اندوختم، حالا دیگه میخوام برم. اونایی که به آخرت اعتقاد دارن همیشه پیش خودشون میگن ای کاش ذخیره خوبی اون طرف داشته باشم،
لذا بیاییم هر لحظه ای که از زندگیمون میگذره ببینیم چه مفهومی برامون میتونه داشته باشه، مفهومش رو درک کنیم. به این مطلب تا آخرین لحظه به همه توصیه میکنم که زندگی بدون هدف نیست. یه چیزی در اون آخرش وجود داره که از بچه ها تا پیر مرد و خانمای پیر باید بهش معتقد باشن که در اونجا میشه باهاش کنار اومد و اون بهره رو گرفت. من از زندگی هیچ چیز جز آرامش نمیخوام، نه من، هیچ موجود زندهی جز آرامش از زندگی چیزی طلب نمیکنه. پیر مردا و خانمای مسن، شماها ذخایر یک ملتی، عمری که یک ملت میگذرونه میاد همه خلاصه میشه، فشرده میشه در وجود شماها. نگذارید از کار افتاده بشید، نگذارید فراموش بشید. تا روز آخر زندگیتون شما همونطور که عرض کردم اساره تجربیات نسل خودتون هستید. خدا که هر چه طلب کردم از خدا بر منتهای من همت خود کامران شدم. ما در بچگی و نوجوانی و جوانی چه کردیم؟ در میان سالی باید سعی کنیم هر چه نکردیم این رو در اینجا تکامل ببخشیم. توی این تکامل خیلی شدام گیر خودمون میاد. یادتون باشه همه این دورانهایی که ما میگذرونیم اسمش زندگیه. جمع این لحظات جمع میشه، میشه 70 سال، 60 سال، 65 سال، 90 سال، ایشالله 100 سال و میشه زندگی. بیاییم قدر اینو بدونیم. تیکه تیکهشو اگر خود ما روش توجه داشته باشیم که هدر نره، یه دفعه میبینیم یه زندگی 70 ساله مفید تقدیم ملتتون کردید. زندگی کنید با اون ترتیبی که فکر میکنید خوبه و صحیحه. خداحافظی میکنم با همه بینندگان. شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخون از جبینم، قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوش چین کجا عشق مهنت به دامن ریزد، خوش چین کجا دست حسرت زند بردار.